وحسينا وحسينا حسينا حسينا يا وحي يا علي حسين عليه الجيش غار أين حتف الأعادي وأين ذو الفقار يا علي حسين عليه الجيش غار أين حتف الأعادي وأين ذو الفقار مفردا مفردا وغريبا حسين بالفلا في 30,000 عليه دائرة زينب من خباها جرت وزينب شاهدته سهاما عليه ماطرا هذه بالسيوف وهذه بالحجر وحسينا وهذه سرآمد شجاعان و جنگجویان عالم است ولی شروع کننده جنگ نیست اجازه نمیدم برعکس بفرماید شما تشنه ای آب میخواهد بهشون آب بدهد گفت یکی از سپاهیان همین سپاهیان هر تون آخر ردیف ایستاده بود دید همه سپاه امام حسین آمدن دارن از سپاه هر آب میدن پذیرایی میکنن کسی از او پذیرایی نمیکنه دید یک عرب سرپوشنده زیبا آمد جلو گفت تشنه ای برادر مشک آب رو گرفت آرام آرام به او آب داد دستش جلو آورد تو دستش آب ریخت مقداری آب داد به صورتش بزنه مقداری آب به اسبش داد قدری آب رو برداشت به سر روی اسبش مالید اسب حرارت گرفته تو این صحرا گرمه آب به سر و روی او پاشید بعد برگشت بهش گفت برادر از حسین راضی باش خود وجود نازنین امام حسین ابی عبدالله حسین سلام الله علیه رفت از او پذیرایی کرد با دشمنی گونه رفتار میکنن این مرد مرد جنگ نیست این مرد صلح این مرد برادری است این مرد امنیته نه جنگ رو شروع نمی کند بلکه تا اونجایی که ممکن است با دشمن مدارا می کند این رفتار امام حسین است در مقابل دشمن این اون حسینی است که ما می شناسیم این اون قرآنی است که ما می شناسیم قرآن کتاب جنگ نیست کتاب زندگی است کتاب ترور نیست، کتاب امنیت است. کتاب افراطی‌گری نیست، کتاب اعتدال است. کتاب عقل است. کتاب خردورزی است. کتاب شادی است، کتاب خوشی است. صلی الله محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اما چه شد که این حسین پر از خوبی پر از خیر کارش به اونجا رسید این که در روایت می‌فرماید حسینون امام خیر و برکت و رحمت حسین امام خیر است امام رحمت است امام برکت است حسین فقط امام غم و عزا و اندوه و گریم نیست به قضیه امام با آمدن به هیئت و گریه کردن تمام نمی شود و حسین کشته نشد که ما گریه کنیم و حسین محتاج گریه ما نیست حسین حرفی دارد، راهی دارد، مرامی دارد و برای اون راهش و برای اون مرامش و برای اون هدفش جان مقدس خودش رو در دست می گیرد و به میدان کارزار میاید این حسین است هادا حسین این حسین است
چرا حسین به کربلا آمد؟ بعضی گفتن حسین به کربلا آمد عزت خودش رو شکست، خودش رو در معرض کشتن قرار داد، با دست خودش خودش رو به کشتن داد، اهل بیتش رو به اسارت داد، اسیر شدن، کشته شدن. آیا بهتر نبود احترام خودش رو حفظ میکرد؟ بهتر نبود به کربلا نمی آمد؟ جواب اینا در همین نکته نهفته است. امام حسین علیه السلام دید جامعه اسلامی و مسلمانان راه و رسم مسلمان بودن رو دارن فراموش میکنن. حسین میبیند که یزید شده از حاکم. حاکمان کیا هستند؟ کسانی هستند که شرافت و عزت و انسانیت رو از یاد بردن، کسانی هستند که بوزینه بازی و میمون بازی و سگ بازی و شراب خاری و قمار بازی و همه اینها در اونها جمع است. کسانی هستند که در کاخها زندگی می کنند، نان بخور نمیری به مردم می رسونند، اما زندگی اونها با زندگی مردم فرق می کند. وقتی پیغمبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حاکم اسلام، وقتی که مردم می آمدند در جمع اصحاب او رو می دیدند، کسی نمی توانست، می پرسیدند ایکما محمد، کدام شما پیامبر هستید؟ تشخیص نمی دادند ایکم محمد، کدام شما محمد است؟ چون کنار مردم می نشست، با مردم بود، فرقی با مردم نداشت. اما کار به جایی رسید که کاخ سبز معاویه بین او و بین مسلمان ها فاصله زیادی ایجاد کرده بود. رفتار اونها، گفتار اونها، حرکت اونها، چیزی از اسلام نمانده بود. مسیر اسلام از یاد رفته بود. بالای منبرها علی رو لعن می‌کردند. لعن بر علی جزئی از نماز جمعه شده بود. در نمازهای جمعه در همه شهرهای اسلامی خطیب جمعه علی رو لعن میکرد. کاری کرده بودن، میگفتن قرآن میخواهید یاد بگیرید، یاد بگیرید، روحانی قرآن رو یاد بگیرید، اما معنای قرآن و تفسیر قرآن نه. روایت از پیامبر ممنوع است، حدیث پیامبر رو نقل نکنید، سخن پیامبر رو نقل نکنید، روایت ممنوع، فقط قرآن بخوانید، زیبا هم بخوانید، اما کاری به قرآن نداشته باشید که در جامعه بخواهد قرآن پیاده بشود. شما چیکار دارید به زندگی قرآنی؟ شما ثوابتون رو ببرید، نمازتون رو بخوانید، قرآنتون رو بخوانید. شما چیکار دارید به اینکه در جامعه ظلم میشود؟ شما چیکار دارید به اینکه در جامعه مفاسد است؟ شما چیکار دارید به دیگران؟ دین یه امر خصوصی است، شخصی است، مال خودتون است. توی خونه خودتان مؤمن باشید. بگذارید جامعه هر طرف که خواست برود. و البته یقیناً اگر جامعه فاسد باشد، انسان ها هم تو خونه خودشان هم نمیتوانند خوب باشند، صالح باشند. یقینی است. جامعه مثل یک کشتی است. اگر این کشتی جایی سوراخ باشد، همه کسانی که در این کشتی نشستند غرق خواهند شد. جامعه یک کشتی است. مگر میشه انسان بگه من سر جای خودم رو سوراخ میکنم، هیچ ربطی به کسی نداره؟ امکان نداره. وقتی شما جای خودتون رو سوراخ میکنید در کشتی، همه رو غرق خواهید کرد. این بود که امام حسین فرمود اذا بلیت اسلام راع مثل یزید فعلى الاسلام السلام. باید فاتحه اسلام رو باید خوند، اسلامی که حاکمون مثلی یزید باشه. و فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل منی، مثل حسینی با مثل یزید نمیتواند بیعت بکند، چون این امضای همه ظلم اوست، امضای همه
خالی کردن محتوای انسانیت است. انسان بی معنا می شود، زندگی بی معنا می شود. آقا ما برای چه زندگی می کنیم؟ زندگی برای چیست؟ ما زنده ایم که بخوریم و بیاشامیم و بخوابیم و ازدواج کنیم. آیا زندگی معناش همین است؟ این زنده ماندن است، زندگی نیست. انسان خلق نشده است که زنده بماند، انسان خلق شده است که زندگی کند، در تراز انسان زندگی کند. حیوان نباشد، شجر و حجر نباشد، سنگ نباشد، درخت نباشد، انسان باید انسان باشد، در تراز انسان زندگی کند. این است که امام حسین نمیتواند ندیده بگیرد، امام حسین نمیتواند آرام بنشیند. به شاهد این باشد که انسان رو نابود دارن میکنند، اسلام رو دارن نابود میکنند. و اساساً اسلام چیزی جز انسانیت نیست، اسلام سرتاپا انسانیت است، اسلام دین انسان است، قرآن کتاب انسان است، کتاب زندگی انسان است. این که فرمود سیعتی علیکم زمان یکفع الاسلام کما یکفع الاناء بما فی. اسلام واژگونه می شود. این آب رو ببینید در این ظرف است، اگر این ظرف رو شما برگردانی وارونه کنید تمام این آب می ریزد. فرمود زمانی آمده است که اسلام رو واژگونه کردن، تمام محتوای اسلام رو خالی کردن، فقط اسمی از اسلام مونده است، اسمی از انسان مونده است. این انسان دیگر انسان نیست، انسانی که غرق در شهوات، غرق در مادیات، فراموشی یاد خدا، اگر نمازی هم میخوانن نمازشون هم برای دنیاست، همه چیز برای دنیاست. لذا امام حسین باید قیام کند، باید این دست رو بالا بگیرد، باید علمش برافراشته بشود. ای علم افراشته بر سر میدان عشق. اما اینجا علم افرازی محتاج عاشقی است، هر کسی توان این کارو ندارد. خیلی ها ترسیدند. جناب عمر یه فرزندی دارد، عبدالله ابن عمر، این آقای عبدالله پسر عمر، او هم از اصحاب پیامبر بود، او هم دید هر آنچه که حسین دید، اما چیزی نگفت، سکوت کرد. او هم شنیده بود که من مات و لیس له امام، مات میتتن جاهلیه. او میدانست که اگر کسی بدون امام بمیرد امامش رو نشناسد. و لم یعرف امام زمانهی و لیس علیه بیعه، بیعت نداشته باشد با امام زمان علیه السلام. مات میتتن جاهلیه، او به مرگ جاهلیت مرده است، جاهل مرد. الالله اشکو من معشرن یعیشون جهالا و یموتون ظلالا، کسانی که با جهالت زندگی میکنند و در گمراهی میمیرند. عبدالله ابن عمر هم دید اما جرأت نداشت سخن بگوید. اینجا میدان عشق است، حسین میخواهد، حسین میخواهد که از همه چیز خودش بگذرد. اول از همه از آبرو، از آبرو گذشت، خاندان و پیامبر است، احترام دارد، عزت دارد، میداند اگر وارد این میدان بشود به او بی حرمتی میشود، بی عزتی میشود، اما همه رو به جان میخرد، خانواده رو هم با خودش میبرد، زینب رو هم با خودش میبرد، علی اصغر رو هم با خودش میبرد. میداند این بچه ها متحمل زحمت خواهند شد، اسیر خواهند شد، یتیم خواهند شد، کشته خواهند شد، اما میگه من باید انسان رو نجات بدهم. نشود روزی مردم گمان کنند که اسلام اونیست که معاویه گفت، اسلام اونیست که یزید گفت، اسلام اونیست که مروان ها گفتند،
اسلام اونیست که ابن زیاد ها گفتند، اسلام اونیست که عمر سعد ها گفتند، اسلام اونیست که شمر گفت، اسلام اونیست که عمرو عاص ها گفتند. نه، اسلام اونیست که علی گفت، اسلام اونیست که محمد گفت صلی الله علیه و آله و سلم. محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حسین آمد که راه گم نشود، راه اشتباه نشود، مردم به بیراهه نروند، اسلام مخفی نماند، چیز دیگری به جای اسلام به مردم غالب نشود. میبینید بعضی از اسلام متنفرند؟ دیدید بعضی از آلمانی ها از اسلام میترسند، خوف دارند، وقتی میشنوند اسلام میلرزند. برای چی؟ آیا اسلام تنفر دارد؟ وقتی جهاد میشنوند از جهاد میترسند، خیال میکنند جهاد یعنی که سر ببرید، جهاد یعنی که آدم بکشید، جهاد یعنی که جنایت بکنید. لذا از قرآن بدشون میاد، لذا از اسلام بدشون میاد. این کدام اسلام است که اونها بدشون میاد؟ این که اسلام حسین نیست، این که اسلام اهل بیت نیست، این اسلام دواعش است، این اسلام القاعده است، این اسلام عثمانی است، این اسلام سعودی است، این اسلام قطر است، این اسلام حکام بحرین است، اسلام اهل بیت نیست، اسلام اهل بیت شیرین است، اسلام اهل بیت دلپسند است، اسلام اهل بیت خرد پسند است، عقل پسند است، اسلام اهل بیت لذیذ است، اسلام اهل بیت شیرین است، خواستنی است، دوست داشتنی است. اونها میخواستن اون اسلام رو معرفی کنن. و امروز اگر شما میبینید در همین آلمان بعضی ها به مرزی که میشنون مسلمان ریش میبینن میترسن، این محاسم رو میبینن میترسن. برای چی؟ چرا؟ اینا بیاد اون اسلام میفتن، همونی که رسانه ها دارن میگن، همون که رادیو و تلویزیون و اشپیگل و مجله ها و اونها دارن میگن. اونها اسلام رو اینگونه فهمیدن، خیال میکنن اسلام هر جا بیاید یعنی آدم کشی آمده است، ناامنی آمده است. این اسلام نیست، اسلام دین امنیت است. امام حسین جان داد، خونش رو داد، بدل محجته لیستنقذ عبادک عن الجهاله و حیرت الضلاله. حسین جانش رو داد، خونش رو داد، خون جگرش رو داد تا مردم رو از جهالت در بیارد، از گمراهی در بیارد. مردم، اون که معاویه و یزید میگویند اون کاغذ است، اون قرآن نیست، قرآن منم، قرآن ناطق منم، به پدرم بود، به برادرم بود، قرآن ناطق علی بود، قرآن ناطق حسن بود، قرآن ناطق حسین است. اون قرآنی که آل سعود میخوانند اون قرآن نیست، اون همون قرآنی است که عمرو عاص بالای نیزه کرد. اون قرآن نیست، اون کاغذ پاره است. لیستنقذ عبادک عن الجهاله. حسین خواست از جهالت و نادانی در بیاورد مردم رو، مردم جاهل نمانند، نادان نمانند، راه زندگی رو یاد بگیرند. امروز هم که من و تو عزای حسین رو داریم و عزادار امام حسین هستیم، غرض گریه کردن و غصه خوردن و سیاه پوشوندن فقط نیست، غرض باید این باشد که راه حسین زنده بماند، دوباره مردم گرفتار جهالت نشوند، گرفتار زلالت نشوند، گرفتار گمراهی نشوند، گمراه نشوند. تو رو خدا امروز نمیبینید چطور دوباره دنیا رو ظلم و فساد گرفته است؟ آیا شرایط شبیه اوضاع شرایط زمان امام حسین علیه السلام نیست؟ چقدر مردم در گمراهی هستند، چقدر در جهالت به سر میبرند.
قانون همجنس بازی رو یک روزه در آلمان تصویب میکنن. این همه مفاسد، این همه گمراهی و مسلمان هایی که از اسلام هیچی نمیدانند، جوان هایی که اسلام رو فراموش کردند، خانم هایی که خیال میکنند حالا که در اروپا زندگی میکنند باید روسری هاشون رو بردارند، باید مثل اشخاص بیدین و ایمان باشند، اشخاصی که خدای رو فراموش کردند و زندگی بر اونها تلخ است، چون فراموشی یاد خدا زندگی رو تلخ میکنه. هر کسی به دنبال شیرینی زندگی است، شیرینی حیات، شیرینی زندگی با یاد خداست. آیا امروز بشر یاد خدا رو فراموش نکرده است؟ ذکر الله فراموش شده است، یاد خدا به فراموشی سپرده شده است، گرفتار نسیان شدند، فراموشی شدن. و کجاست مثل حسینی که فریاد بزند و مردم رو بیدار کند، دلها رو آگاه کند؟ اینکه حسین علیه السلام در روز عاشورا در مثل این ساعاتی، تقریبا همین ساعات ظهر، فریاد میزند هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست حسین رو یاری بکند؟ خب امروز حسین کجاست که ما او یاری کنیم؟ حسین به شهادت رسید، اما راه حسین باید زنده بماند، سخن حسین باید زنده بماند، راه معنویت، اخلاق، عرفان، دینداری، مؤمن زندگی کردن، مسلمان زندگی کردن و مسلمان مردن، باید این راه زنده بماند. هل من ناصر ینصرنی، آیا کسی هست من رو یاری کند؟ هل من معین یعیننی، آیا کمککاری هست؟ هل من ضاب یضب عن حرم رسول الله، آیا کسی هست که از حرم پیغمبر دفاع کند و بگوید اون قرآنی که شما میگویید اون قرآن نیست، قرآن آن است که در عمل حسین است، در عمل علی است. اسلام این است، بزرگترین جفا رو در حق پیامبر کردن، بزرگترین ظلم در حق پیامبر کردن که پیامبر رو اینگونه معرفی دارن میکنن، بر پرچم هاشون نوشتن لا اله الا الله محمد رسول الله، اما عمل اونها ضد پیامبر است، بر خلاف مسیر پیامبر دارن عمل میکنن. پیامبر شرمسار است از این عملی که اینها میکنن، از پرچمشون، از سخنشون، از بارشون. هل من ذاب یذب، آیا کسی هست که دفاع بکند از پیغمبر، برود و با صدای بلند اعلام بکند پیامبر ما این نیست که اونها میگویند، اینها مسلمان نیستند، اینها مانند امرآس قرآن بر فراز نیزه کردند. مسلمان یعنی عاقل، مسلمان یعنی معتدل، مسلمان یعنی مهربان، این اسلام است. پیامبر ما پیامبر رحمت است، پیامبر مهربانی است، این است پیامبر ما. این اون کمکی است که ما می توانیم به امام حسین بکنیم، این اون کمکی است که امام حسین علیه السلام از ما می خواهد، این اون کاری است که ما می توانیم برای اون وجود نازنین انجام کنیم. بس هم باشه، از هرچه بگذریم سخن دوست خوشتر است. چند نفر اینجا فارسی میفهمن نشستید؟ شما دستاتون رو بلند کنید. شما فارسی، بقیه عربی بلدن؟ خب من بعضی کلمات رو هم عربی میگم که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني
لزيارتكم. الصلاة على الحسين همه با هم. الصلاة على الحسين وعلى کربلا. یک طرف سپاه شر و جهل و نادانی و ظلم، یک طرف اصحاب نورانی و با صفای ابی عبدالله، مثل دیشبی بود اصحاب رو جمع کرد، جمع اصحابه، یاران رو جمع کرد، فرمود بیعت رو برداشتم، هر کی بخواد برگرده بره. میخواد بهونه درست کنه حسین که به یاری کسی نیاز نداره. اما چه اصحابی یکی یکی برخواستند، اعلام وفاداری کردند. یکی گفت حسین جان گرگان بیابان منو بخورند اگه تو رو تنها بذار. یکی فرمود حسین جان بعد از تو زندگی چه ارزشی دیگه داره؟ از میان یاران وقتی همه حرفاشون رو زدن، راوی میگه ابی عبدالله انگشت مبارک رو گرفت، بهشت رو بهشون نشون داد، جایگاهشون توی بهشت رو بهشون نشون داد. لذا کسی روز عاشورا دیگه نمیترسید، با عشق میجنگیدن، از حرم دفاع میکردن. اما اون گوشه یه جوانی بود، قاسم ابن الحسن، پسر آقا امام حسن، نوجوونه. فرمود آجان فرمودی فردا هر کی با من بمانه شهید میشه، آیا منم توفیق شهادت دارم یا نه؟ فرمود عزیزم شهادت جلوی چشم تو چطور بابا جان؟ عرض کرد احلا من العسل، شهادت از عسل برابر شیرین تره. فرمود عزیزم تو هم فردا شهید میشی. عزیزم فردا روزیه که حتی علی اصغرم هم شهید میشه عزیزم. لذا یاران ابی عبدالله، خصوصا 18 نفر از خاندان پیامبر، 18 جوان بنی هاشمی اونجا شهید شد. تمامی جوانان بنی هاشم بیقراری میکرد، هر کدام دوست داشتن زودتر وارد میدان بشن.
لذا ابی عبدالله فرمود فصبرن یا بنی الکرام، صبر پیشه کنید، صبر پیشه کنید. یکی یکی به میدان رفتن اصحاب پیام، نوبت به خاندان بنی هاشم رسید. اما بسوزد دلها برای اون زمانی که نوبت علی اکبر شد. این جوان اونقدر زیبا رو بود، شبیه پیغمبر بود. وقتی خواست وارد میدان میشه، بعضیا گفتن پیغمبر زنده شده آمده از حسین اشتفا کنه یا رسول الله. گفت علی جان اگه میخوای میدان بری، قدم جلوی بابا قدم بزن. محلال محلال محلال، ای یادگار پدرم، ای یادگار همه خوبان آن. هر موقع دلمون برا پیامبر تنگ میشد، علی جان نگاه به چهره تو میکردیم. راهی میدان شد، نبرد نمایانی کرد. تشنگی بر او فشار آورد، برگشت. همه این حوادث قبل از ظهر عاشورا بوده. برگشت، یا ابا العطش قد قتلنی، بابا تشنگی فشار آورده، اگر قطره آبی بود بهتر میتونستم از تو دفاع کنم یا ابا. اما آقا ابی عبدالله زبان مبارکش رو بیرون آورد، نشان علی اکبرش داد، گفت پسرم ببین کام بابا از تو خوشتره. آی بابا خیلی سرگیره که فرزند از آدم چیزی بخواد اما بابا نتونه. پسرم زود باشد از دست جدت رسول الله سیراب بشی، علی اکبرم. لذا علی اکبر برگشت، طرف میدان رفت، نبرد نمایانی کرد. وقتی خبر شهادت علی اکبر رو برای ابی عبدالله بردن، دست به کمرش گذاشت، گملای اون کسانی که نسل من رو قد کردن نسلشون قد بشه. علی جانم، علی جانم، علی جان. تمام این صحنه ها یکی یکی در این روز عاشورا داره تکرار میشه. عجیب صحنه‌ایه. ای ابی عبدالله میره میدان، یکی یکی یاران و شهید رو برمیگردونه. تو خیمه ایست به نام خیمت و شهدا، شهدا رو تو خیمه قرار میده. لا اله الا الله. ابان از اون ساعتی که ابی عبدالله همه یاران رو از دست داد. حالا اینو بذار بگم، عده معدودی که بانده بودن ظهر عاشورا که شد، آقا فرمود موقع نماز از باید نماز بخوانیم. حسین جان توی این میدان جنگ این همه شهید کشته، چه موقع نماز هست الان؟ فرمود ما برای همین نماز داریم می جنگیم، ما برای یاد خدا داریم می جنگیم. ما آدم کش نیستیم، کار ما یاد خداست، شیرین کردن زندگی ماست. چه چیزی جز نماز میتونه زندگی رو شیرین کنه؟ فرمود به نماز ایستادن. سپاه عمر سعد در همون حالم رب نکردن، مانند گرگان بیابان حمله میکردن. بعضی از اصحاب همونجا به شهادت رسیدن در حین نماز. ساعتی بعد از ظهر هم جنگیدن، اما یه وقتی رسید
آقا ابی عبدالله تنهامون دست به ریش و محاصل مبارکش کشید. این زبیر، این زهیر ابن غین، این حبیب ابن مظاهر، این علی بن الاکبر، این العباس، این سعد العطاشا. دیگه کسی برا ابی عبدالله نمونده، همه رفته. یا دهر افل لک بالخلیل کم لک بالاشراق والاصیل. همه یاران رفتن فبقي الحسين وحيدا فريدا، فقد حسين يكوت العمد در این بیدا. یه وقت دید صدای کودکی میرسه، صدای علی دل اصغره. ای آخرین سرباز من، ای آخری، یعنی با صدای کودکانش میخواد بگه بابا هنوز علی اصغر داری، هنوز یه سرباز برات مونده حسین جان. به طرف خیمه آمد، دیدیم بچه از شدت تشنگی دیگه جان نداره، رگ و رخش رفته، لبها ترک خورده از شدت تشنگی. فرمود علی اصغرم رو بدید ببرم، شاید سیرابش کنم، شاید قطره آبی بهش بده. لا اله الا الله. علی اصغر رو بغل کرد، رم جلوی سپاه دشمن. ای نامرد مردم، اگه خیال میکنید حسین دشمن شماست، این بچه که گناهی نداره، این بچه بی کسه، تشنه است، بی دفاعه. اگه فکر میکنید حسین خدعه جنگی میخواد بزنه، بیاید بچه رو خودتون ببرید و سیرابش کنید، برش گردونید. هنوز حرف ابی عبدالله تمام نشده بود، حربله تیری روانه کرد. گوش تا گوش اجره علی اصغر رو برید. ابی عبدالله تو میدان بود، فحار الحسين، يعني صار حيران في الميدان، ما يدري هل يرجع أو يبغى هناك. نمیدونه برگرده طرف خیمه یا بمونه. حسین جان، حسین جان، لای لای علی اصغرم، لای لای گل پرپرم، لای لای گل پرپرم، لا لا الا لا. ساعتی هم آمد که ابی عبدالله تنهای تنها بناس وارد میدان. اول آمد کنار خیمه ها، یکی یکی با اهل حرم ودا کرد. الوداع الوداع، خدا حافظ، خدا
خدافز خدافز حسین رفت خدافزش ما باشه زینبم رقی جانم سکینه ای کودکان حرمم همه تونو به خدا سپردم رایی میدان میخواد بشه اما زینب دلش آرام و قرار ندار بیتابی میکنه بیقراری میکنه آقا ابی عبدالله دست ولایت بر سینه زینب گذاشت خواهر رو آرام کرد زینب زبان حالی داره روز عاشورا یادگار مادرم یادگار مادرم حسین علام برادرم آهسته تر آهسته حسین جان میدان میریم برو اما آهسته تر برو جان برادر ابی عبدالله ابی عبدالله ابی عبدالله با یه لحظه ای رسید که توی گودال قتلگاه ابی عبدالله گفت قد تیر زدن قد نیزه زدن مثل خار پشت آسه توی میدان قتلگاه هر کی هر چی داره میزنه نیزه دار نیزه میزنه بابا این بچه پیغمبره بابا چند نفر به یک نفر ده هزار سپاه روی یه نفر میزنه اونایی هم که نیزه ندارن و شمشیر ندارن با سنگ دارن میزنن ابی عبدالله روحی لکل فدا یبل رسول الله تا لحظه ای که این ندای غیبی آمد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي منقلب ينقلبون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم انصر الإسلام بدم الحسين اللهم نج المسلمين بدم الحسين اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد بالحسين واجعل مماتنا ممات محمد وآل محمد بالحسين اللهم اشف مرضانا بحق الحسين
اللهم عجل في فرج مولانا بالحسين، اللهم احفظ قائدنا بالحسين، اللهم اخذل اعداءنا بالحسين، اللهم تقبل منا بالحسين، اللهم اغفر لامامنا ولشهدائنا بالحسين، اللهم تقبل منا ومن الاخوه بحرمة الحسين. صلوات على محمد. الله.